به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. فراخوان عمومی سال مردم برخیزند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور بسیج ملت درباره اسلحه‌های خوابیده و پنهان تروریسم در شهر و ولسوالی ها باید آغاز گردد. تصاویر تروریستان در سطح شهر به نمایش گذاشته خواهد شد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور در ادامه نشست های بررسی اوضاع امنیتی روزانه خیش امروز 5 عقرب نیست تصامیم جدید را ابلاغ نمود. وای که موضوعات تاکید شده در نشست امروزش را در صفحه فیسبوکش به نشر رسانده گفته است. بسیج ملت در برابر هسته های خوابیده و پنهان تروریسم در شهر و ولسوالی ها باید آغاز گردد. در روزهای آینده عکس تروریستان را که در ولسوالی ها فعالیت دارند و همچنان چهره هایی که قتل های عام را در شهر کابل سازماندهی کردند و تا کنون فکر می کردند که اسم و جنایتشان تنها در لای کتاب ها باقی می ماند به مردم از طریق پوسترها معرفی می شوند تا تمام مردم راجع به آنها بدانند و در سرکوب و ردیابی سهیم گردند. وای همچنان در صفحه فیسبوک خود نگاشته است: طرح واضح و مشخص برای توانمندسازی مردمانی که زیر تهدید حملات داعش هستند ریخته می شود و این طرح به اساس نظریات خودشان ریخته می شود تا بتوان در آینده از قتل عام توسط داعش و طالب در ساحات ملکی جلوگیری نبود. چیز به نام ملیشه سازی و توزیع اسلحه در برنامه وجود ندارد. صالح با تاکید بر همکاری نیروهای حمایت قاطع برای سرکوب تروریسم و جنایات سازمانیافته دوشادوش دولت افغانستان تصریح نمود. حمایت آنها بیشتر در اکمال توانایی تکنیکی خواهد بود. تکنولوژی اصلی در انحصار کشورهای پیشرفته است. از این رو از حضورشان استقبال می نماییم. معاون نخست رئیس جمهور با تاکید بر مبارزه با غاصبان زمین، ایجاد نظم در مارکت میوه و ترکاری، بررسی اسناد شهرک های کلان، سرعت بخشیدن به اخذ مالی از موترهای بی اسناد، ریاست ترافیک کابل را موظف نموده که ترافیک کابل تا 48 ساعت دیگر طرح خود به خاطر کنترل اساسی چارایی ها و کم کردن فشار بالای موظفان ترافیک را که در جهادها خدمت می کنند ارائه نماید. آقای صالح معزل بیروبار به خاطر اخذ ویزای پاکستان را یک مشکل امنیتی و نظم عامه یاد کرده و عنوان داشته. آن اد از کمیشن کارانی که با مردم برخورد غیر انسانی می نمایند و به خاطر منفعت خود بیروبار ایجاد کردن شناسایی و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. شایان ذکر است که از مدت به این سو امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور از سوی حکومت موظف گردیده تا روی مبارزه با فساد، نامنی و مبارزه با مجرمان جنایی تمرکز جدی نماید. این در حالی است که درست پیش گروه داعش با حمله بر یک مرکز آموزشی واقع در غرب کابل تعداد زیادی از محصلان را به خاک خون کشاندند. در آستانه فصل سرد وزارت صحت نسبت به وخامت وضعیت کرونایی نگران است. 8 صبح کابل. همزمان با نزدیک شدن فصل سرما آمار ابتلا به کرونا در روزهای اخیر افزایش یافته است. وزارت صحت عامه هرچند وضعیت را خوب توصیف می کند اما احتمال می دهد که با رسیدن فصل سرما و آلودگی هوا شمار بیماران کووید 19 بیشتر و وضع بیماران کرونایی نیز وخیمتر شود. در جریان در روز اخیر دست کم 807 واقعه مثبت کرونا ثبت شده است. همچنان 682 بیمار کرونایی بهبود یافته و 33 تن دیگر نیز جان باختند. مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند که با توجه به میزان مبتلایان کووید 19 هنوز موج اول کرونا سپری نشده است. با این حال این وزارت از آمادگی ها برای مقابله با موج دوم کرونا خبر میدهد و میگوید که با توجه به تجربه بحران اخیر کرونا طرح جامعی را در این راستا تهیه کرده است. هرچند باز شدن نهادهای آموزشی در افزایش آمارهای مبتلایان تأثیر چندانی نداشته اما این وزارت تصریح میکند که نیاز است همه دانشجویان و دانش آموزان ماسک بپوشند و نکات صحی را رعایت کنند.
آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهد که میزان ابتلا به کرونا در کشور طی روزهای اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار 10 روز اخیر این وزارت 4026 مورد مشکوک به کرونا آزمایش شده و از این میان دست کم 807 مورد مثبت تشخیص شده است. در جریان این دوره دست کم 33 بیمار کرونایی جانهایشان را از دست دادند و 682 تن دیگر بهبود یافتند. بدین ترتیب حد اوسط مبتلایان کرونا در آمارهای روزانه به 80 تن و حد اوسط بهبود یافتگان نیز به 68 تن می رسد. افزون بر این دست کم 3 مورد فوتی برخواسته از کرونا در جریان هر روز ثبت شده است. در میان ولایت ها میزان ابتلا به کرونا در هرات جهش محسوس داشته است. در جریان در روز اخیر 270 بیمار کرونایی تازه در این ولایت تشخیص شده است که حد اوسط 27 نفر در هر روز را نشان می دهد. مسئولان در وزارت صحت‌عامه نیز افزایش موارد ابتلا به کرونا در جریان روزهای اخیر را تایید می کند و از احتمال بدتر شدن وضعیت هشدار می دهد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت‌عامه به روزنامه 8 صبح گفت که در حال حاضر با توجه به آمار و وضعیت شیوع ویروس کرونا در افغانستان نگران کننده نیست، اما احتمال دارد که بیماری های فصلی و آلودگی هوا به گسترش بیشتر ویروس کرونا بینجامد. این وزارت تراکم نفوذ در خانه ها و گسترش ویروس انفلونزا را از دیگر عوامل در افزایش ویروس کرونا میداند و تصریح میکند که نیاز است شهروندان به توصیه های صحی از جمله پوشیدن ماسک متحد بمانند. بانو جعفری تصریح کرد که افزون بر سایر توصیه های صحی، پوشیدن ماسک به تنهایی میتواند که از گسترش بیشتر آن به ویژه در فصل سرما جلوگیری کند. این وزارت هرچند میگوید که احتمال موج دوم گسترش ویروس کرونا مطرح است، اما به گفته آنان افغانستان هنوز از موج اول این ویروس عبور نکرده است. بانو جعفری افزود که هرچند این وزارت درصد ابتلا به کرونا در کشور را تا 6% کاهش داده بود، اما این میزان اکنون به 15-17% رسیده است. وی تصریح کرد که اگر میزان ابتلا به کرونا به گونه ثابت تا 5% کاهش یابد، آنگاه می توان موج اول گسترش ویروس کرونا را پایان یافته خواند. وزارت صحت‌عامه اما دلیل افزایش آمار مبتلایان در هرات را مسائل فنی می داند، زیرا به گفته مسئولان آزمایش ها در این ولایت برای یک هفته بنابر دلایل به تاخیر افتاده بود. یک هیئت این وزارت که بر رهبری وحید مجروح معین خدمات سی وزارت صحت‌عامه به هرات سفر کرده بود، وضع ابتلا به کرونا در این ولایت را عادی خوانده است. مسئولان اما گفتند که وضعیت در برخی از ولایت ها از جمله پروان نگران کننده است. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان باد.